امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر، یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ان شاء الله ایام مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز ما پیشاپیش فرا رسیدن سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن رو به همه زنان سرزمینمون، مخصوصا مادرهای گرامی و گرانقدر، تبریک و شاد باش میگم. خیلی خوشحالیم که در این روزها، در این روزهای بهاری همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت ها جای قرائتی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام ان شاء الله مبارکتون باشه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم روز تولد حضرت زهرا را که تکریم مادر و زن و همسر هست تبریک میگم، و تولدی که درش تولد حضرت امام خمینی هم وجود داره. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. ما بحثمون در جلسه گذشته با حاجای قرائتی تفسیر بخش هایی از سوره یوسف علیه السلام بود و امروز هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد. حاجای قرائتی، سوره یوسف مثل بسیاری از سوره های قرآن کریم و مثل بسیاری از قصه ها، اوج ها و فرود هایی داره، فراز و نشیب هایی داره. اوج سوره یوسف کجاست؟ والله سوره یوسف همش اوجه. یکی از اومد پلو حضرت امیر گفت وجه الله چیشیه؟ وجه الله، چون کل شیئن حال کن الا وجهه. قرآن میگه همه چیز ابن میره، وجه خدا میمونه. وجه الله چیه؟ حضرت امام دستور داد که یه آتش روشن کنه، چوبی آوردن مثلا آتش روشن کنه. فرمود که صورت این آتش کجاست؟ یه ایبروارش نگه گفت همه صورت، حالا همش اوجه. مثلا همش هم تا قله و قله سام، مثلا کوری توشه، بینایی هم توشه، فراغ توشه، وسال هم توشه، چاه توشه، جا هم توشه، همه اینو در اوجه. آره، تهمت توشه، تبرعه هم توشه. تهمت زن که یوسف عاشق شده، اون تبرعه شد. زندان توشه، آزادی هم توشه. غرور توشه، تواضع هم توشه. بچه ها برادر یوسف گفت و نحن عصبه، ما گروه به هم متصلیم. یوسف تکه، ما باید عزیز بشیم. اما بعد گفتن انا کان لخاطئین، ما غلط کردیم. این غرور توشه، تواضع هم توشه. عرض کنم بزرگ، قحطی توشه، فراوانی هم توشه. چه جالب. آره،
یعنی هم تو یه 20 تو قله قله دره دره، یعنی همش مشتمله، همش فرازنشی به زمین صاف نداره، زمین صاف همش عرض کنم بودو جنوالی که اوج است و حزیز دیگه بابا. ولی خب حالا اونی که مثلا توی یه جلسه بتونیم جمعش کنیم، مسئله اون عشق، عشق، عشق یو که زلیخا به یوسف داشت یکی از اوجاشه که مثلا همه درها رو بس و خودش هم بس، سفت هم بس، اما سفت بس قرآن نمیگه غلقه، میگه غلقه الابواب، غلقه یعنی بس، غلقه یعنی سفت بس. یه در هم نبس، همه درها رو بس، درهای تو در تو، غلقه الباب نیست، غلقه الابواب. دستور هم نداد کنیزاش ببندن، خب خانمش زن شاه بود دیگه، با دست خودش بس که خاطرش جمع باشه. پس ببینید خودش بس، سیف بس، همه یه درها رو بس. بس میخواد هیچ که نفهمه، وقت همه دنیا فهمیده اون که قله و دره، یعنی وقتی که میخواد هیچ که نفهمه همه فهمیدن. این و این اوج شاخاریش، این گفت حیط رک قالم آزالله، این چیزیست که الان تو دنیا کم بودش همینه، که ایدان حیطلک زیاده، یعنی قالم آزالله، قالم آزاللهش کمه، کمه. یعنی الان همه ماهواره ها زمین و آسمان بمبارون برای که، البته ما دیگه حالا تقریبا به لطف خدا فهمیدیم که حالا هر چند سباهی باز یک کانال علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران، علیه انقلاب، علیه ولایت فقیه، ارزش هامون، علیه ارزش هامون هیس فیلم درست میکنن. ولی ما یه سوال میکنیم، من خواهش میکنم اینو عنایت فرمایید، آیا یه مرتبه آمریکا، اروپا، کشورهای ما حاضرن یکی از فرمولای علمیشون رو به دانشجوها ما یاد بدن؟ چرا عکس سیکس هر چه میفرستن فرمول علمیشون میفرستن؟ از شلش بگیری، مثل پپسیکولا که دیگه آبه، فرمول پپسیکولا رو به عهد یاد نمیدن، از تا سفتش بگیری هواپیما F-16، یعنی نه سفتکیشون رو یاد میدن نه آبکیشون رو. ولی هر چی بخوای هرزگی برای شما صادر میکنن، که بچه های ما به خودشون مشغول بشن، به شهوتشون، شکمشون، عیاشیشون. به هر حال این چیزی نیست که به لطف خدا به کوری چشمشون، مثلا ببینیم که به من گفتن که امسال 2 میلیون جوان ثبت نام کردن برای اعتکاف. الحمدلله. آخه جوانی که از در و دیوار براش ابزار شهوت هست، مثلا 2 میلیون ثبت نام میکنه برای اعتکاف، که کار مستحب، مثلا خیلی کارا، یعنی با این که یه دستی توی کار هست، تو اسکناس یا نخه، اون نخه به اسکناس ارزش میده. یک قداستی امام داشت، یک قداستی رزمنده ها داشتن، خون شهدا داشت، او قداست ها باعث شد که هرچی هم، ولی خلاصه بمبارون فساد. این هیتلک، خب این درا بسته، عاشق زن شاه آرش کرده، بعدم تهدید میکنه که اگر مثلا نیاز منو برطرف نکنی من چه میکنم، یعنی یه طرفش عشق، یه طرفش تهدید، دو سمتش هم مشکلسه. ولی بخار گفت معاذالله، این تقواست. مسئله تقوا، تقوا از وقا، وقا یعنی حفظ کن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، بعد میگیم وقنا، ق یعنی حفظ کن، قنا یعنی حفظ کن. ما رو تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی حفاظت، حفاظت. ببین ما الان کفش پا میکنیم به خاطر تقواست، چون پا نکنیم تیغ بره تو پامون، شیشه میده تو پامون، پامون آسیب میبینه، پامون آسیب میبینه. ولی همچی کفش میکنیم، محدودیت هست، اما این محدودیت مسئولیت هم هست. بالاخره آدم وقتی پاشو تو جوراب بکنه، پاشو تو کفش میکنه، پاش تنگ میفته، محدودیت میشه. یعنی وقتی میگیم افاف،
بالاخره آدم باید حریم نگه داره، هر حرفی رو نزنه، هر لباسی رو نپوشه، هر جای نره، هر چی نخوره، یه محدودیته. اما این مسئولیته. دکتر وقتی به ما میگه این غذاها رو نخور، این منو ممنوع میکنه، اون پرهیزهایی که میده. آره بله، ولی این ممنوعیت برای بیمار ارزشه. پدر مادر به بچهش میگه نکن، نرو، بنشین، نخور. امر و نهی پدر مادر بچه رو از آزادی بچه رو میگیره. بچه ممکنه من یه وقت نوه من به من میگه آقا جون، خب به نوه هم گفتم این کار نکن، عصبان شد، خیز گره، گفت آقا جون بد. هم گفت آقا جون، هم گفت آقا جون بد. آقا جون بد. بالاخره وقتی بچه رو محدودش میکنی، یا بچه میخواد بدو زیر ماشین، مادرش میگیردش، بچه جیغ میزنه که بذار برم بابا، خود تو میری وسط خیابون. به هر حال منعهایی هست که اسمش میدونیم تقوا، پرهیزها که برخلاف میل ماست دیگه. بله، ولی اینها انسان لیفتر اماما اینا نجات بشر تو اینه. آقای قرارت، این تقوا مقوله پیچیده ایه که این همه برکات و ثمرات و فوایدی که براش ذکر شد در قرآن و روایات ما، مقوله پیچیده ایه یا این خیلی ساده است؟ نه، تقوا توجه به برکاتش داشته باشیم با تقوا میشیم. ببینید مثلا شما هیچ وقت حاضر نیست هیچ انسانی خودش آتش بزنه. چرا؟ برای که میفهمه بده. یا مثلا آب لجنی که تو جوب خیابونه بخوره. هیچ پزشکی حاضر نیست که آب حوض بیمارستان رو بخوره، چون میدونه چه. ما یه جایی که میدونیم بده تقوا داریم، حتی معصومیم. فیلم معصوم یعنی گناه نکنه، فکر گناه هم نکنه. تا حالا میلیون ها آدم داریم که لخت مادرزاد تو خیابون نرفته، فکرش هم نکرده، چون بدیشو حس میکنه، میدونه چقدر بده. بله. بریم رو منار خودمون پرت کنیم، نمیکنه، نکرده، چون میدونه، میبینیم بالا، میبینیم فاصله رو، میبینیم فکرش هم نمیکنه، خودمون آتش زنیم. بله. آب لجن بخوریم. ببین جاهایی که میدونیم چقدر بده، همه با تقوا هستیم، اصلا فکرش هم نمیکنیم، معصومیم. اما اون جایی که گناه میکنیم نمیدونیم. یعنی یه شیرینی لحظه‌ای رو میبینیم، یه شیرینی لحظه‌ای رو میبینیم، وقت عواقبشو نمیدونیم. اونجا اون عاقبت نگری که بعد داشته باشیم ندیم. این تقوا اینه که ما نیاز داریم که به ما بگن آقای صلاحت نیست، این صلاحت نیست. بله، در قرآن برای تقوا خیلی چیزی گفته. اول گفته زندگی دنیاتون خوب میشه، خیلی هم غیب نیست. یعنی واقعا اگر مردم بدونن که این بازاری جنس خوب میاره و در سودش هم انصاف داره، جنس خوب با سود منصفانه هست، تباسی سر شلوغ میشه، این وضعش خوب میشه. قرآن یه آیه داره میگه که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، از زمین و آسمان برکت براشون. این طوریه، و از زمین و آسمان برکت. یه چیزی هم حالا یادم اومد بگم، یه روایت داریم که رزق همه از حلال اندازه گیری شده. یعنی چی؟ یعنی قرائتی وقتی به دنیا آمد، قبل ان نبرعها، آیه قرآنه، یعنی قبل ان نخلقها، برعه هو الخالق البارئ، برعه یعنی خلقه، قبل ان نبرعها، یعنی قبل از اینکه ما تو خلق بشیم بهت گفتیم که رزق تو مثلا 822 کیلو شکره. بعد بنده نگاه میکنم صاحب خونه نیستش، دوربین هم نیست، دوتا میبینم کسی نیست، دوتا باقلوار بخورم. بعد دکتر میگه قندتون بالا رفته، دیگه خونه خودتون هم قند نخوره. یعنی رفتم بپرم به حروم از حلال. حدیث داریم رزق همه افراد با حلال اندازه‌گیری شده، اونا که میپرن به حرام سهم حلالشون کم میاد. این جوون چقدر باید این دکتر پسر از هم لذت ببرن؟ چند ساعت؟ مثلا 1760 ساعت. این جوونه یه خود لذتشو تو خیابو از دختر مردم از حرام استفاده میکنه، ازدواجش عقب میفته، هی میره نمیشه، هی میره نمیشه. یا آقا چیز بختم بسته شده. نه آقا، خودت بختتو بسته. شما دو تا باقلاوا خوردی، بعد میگم قندت بالا رفته، خونه خودتم. گاهی وقتا هی تاب میخوره. کلاهبرداری میکنیم، یه جنسی رو گرون میزنم، بعد مشتمون لو میرم میگم فلان کلاهبرداره، یا دولت میفهمه میگیره، یا مردم میفهمن دیگه از ما نمیخرن. همون استفاده هم که میتونی حلال بکنی دیگه دست. یه چیزی من میگم، اینو دقت کنید، اگر تخت سیاه بود بهتر بود. سود کم
نتیجهش فروش زیاد. فروش زیاد شد، فروش زیاد سود زیاد میشه، یعنی دوباره برمیگرده. ما بچه که بودیم رفتیم مدرسه، میگفتن 100 تقسیم بر 5، 100 مقسومه، 5 مقسومه، خارج قسمشو برو پیدا کن، من میگم 20. بعد میگه خواستن بگن اگر میخوای ببینی تقسیم درسته نه، 20 ضرب در 5 کن، دو مرتبه میشه 100. بله میشه 100. دو مرتبه میشه 100. بله. شما سود کم کن، سود که کم شد فروش زیاد بشه. فروش که زیاد شد سودت هم زیاد میشه. سودت هم زیاد میشه. این دو تا برمی حاضری بضاعت و ردت الینا. این برمیگرده. این برمیگرده. یه وقتی بچه من به من آب داد. بهش گفتم خدا پدرتو بیامرزه. خب به او دعا کردم. اما این دعا به خودم دعا کردم چون من پدرش بودم. قرآن یه آیه داره میگه و ما سألتکم من اجر فهو لکم. پیغمبر که فرمود من اجری که میخوام مودت فی القربا است، میگه شما اگر امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها اگر شما این دوست داشته باشید فهو لکم به نفع خودته. شما اگر امیرالمؤمنین دوست داشته باشید، مرحوم شهید مهراب آیت الله مدنی یه چیزی رو نقل کرده از علامه امینی، میگه که علامه امینی فرمود که من وجد علی لم یفت عنه شی، کسی که علی داشته باشه هیچی را دست نده، و کسی که امیرالمومنین نداشته باشه هیچی رو کسب نکرده. ما مثلا تولد از ما فاطمه داریم، فاطمه داریم، به هر حال سود کم فروش زیاد، فروش زیاد دو مرتبه سود زیاد. زیاد. پس رو اولین فایده تقوا لفتحنا علیهم برکات، برکات این فایده مادیه. خب فایده معنویش تعبیرات زیاد تو قرآنه داریم مثلا. که مثلا ان الله یحب المتقین، خدا دوستشون خدا خیلی مهم. مثلا شما مثلا یه کسی بیاد به ما بگه که من خدمت امام بودم، امام گفت من قرائت رو دوست دارم، خب از تو صبح خوابم نمیبره. امام خودش گفت من قرائت رو دوستم. خالق امام ان الله یحب المتقین، خدا دوست داره محبوب او بشی، محبوب او. یا ان الله مع المتقین، ما با تو هم، ان الله مع الذين اتقوا، مع یعنی این برکات معنویش. بعد از نظر فکری آدم با تقوا تو بنبست نمونه. سه تا تعبیر تو قرآنه، یه جا میگه اگه تقوا داشته باشید یجعل لکم نور، یه جمعه میگه یجعل لکم فرقان، یه جمعه میگه یجعل لکم مخرجا. آها بنبست نداری. بنبست نه، یعنی نور که پیدا شد آدم راه پیدا میکنه، راه هم پیدا شد خارج میشه. آدم با تقوا گیج نمیشه وظیفه چیه، میگه من وظیفه هم اینه هر چیم خواهد بشه بشه. قل الله ثم ذرهم، من باید یه نفر راضی کنم، خدا یکیست، قل هو الله احد، زودم راضی میشه یا سریع الرضا. مردم هم خیلی هن، هم زود به زود راضی نمیشن. حالا وسیته ما اگر خواسته بزنید، اگر به این خانم بگی که شما یه مهمون داری اینم فقط سوپ میخوره، خیلی راحت تو آشپزخانه میپزه. اما گفتیم خانم امروز 22 تا مهمون داریم، هر کدوم یه رقم غذا میخورن، اصلا گیج میشه تو آشپزخانه. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، یه خدا رو راضی کنیم بهتره یه چند تا خدا. مردم راضی، مردم که هیچ وقت راضی نمیشن، نمیشه راضی بشن. خدا حتی زن و شوهرارم که میگه نمیدونم چه کنید چه کنید چه کنید، آخر میگه ادنا نزدیک هست راضی بشن که لا یحسن و یرضین ان تغر اعینهن، یعنی باید یک کلمه ادنا داره اونجا، میگه حالا نزدیک هست که راضی بشن وگرنه حالا. بنابراین نتیجه تقوا یکی اینی که یک برکات سود مادی داره، عرض کنم بازو جناب عالی که بنبست نداریم، بنبست نداریم، بصیرت پیدا میکنه، یه یعنی آدم گیج نمیشه، گیج نمیشه، بصیرت داره، خوش عاقبته، چون قرآن میگه ول عاقبتو للمتقین، ول عاقبتو للمتقین، کاراش قبول میشه، انما یتقبل الله من المتقین. اینا برکات تقواست، چیز کمی نیست واقعا. بله. هر کدوم این هر چم تقوا بیشتر باشه قبول بیشتره. ببین من یه وقتی دیوان آب به شما میدم،
شما میگم بفرما شما با دست میگیری، یه وقت لیوان آب بازم شما دو دسته میگیری، یه وقت پا میشی لیوانو میگیری، یه وقت میگه استقبال من درجه هم داره به قبول حسن به احسن قبولک، قبول هم درجه بنده، قبول عادی انما یتقبل الله المتقین، قبول حسن فتقبلها ربها به قبول حسن، یعنی قبول عالی، قبول احسن که در دادن به احسن قبولک. این کار آدم قبول بشه، چون اگه تقوا نباشه کارم قبول نمیشه. یه مثلی تو روایات اومده که خیلی میگفتن فلانی آدم خوبیه، سو حضرتشون رو دید که از دکان میوه فروشا رد شد، دو تا انار برداشت پولشو نداد، رفت دکان نونوایی هم دو تا نون برداشت پولشو نداد، گفت این چرا پول نداد، چرا به صاحبش نگفت با اجازه همتون دو تا انار برداشتتون؟ حضرت خود تعجب که چرا همچی کرد، رفت یه خود جلوتر داد به فقیر، حضرت زده زده گفت چه میکنی؟ گفت مؤمن زرنگه، دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا نون دزدیدم دو تا گناه، دو تا چهار تا دادم به فقیر، قرآن میگه که هر کی کار خوب بکنه ده برابر، چهار تا دادم فقیر زر بده ده میشه چهل، چهل تا چهار تا گناهش کم شه سی و شش داره میمونه. من فرمود ریاضیت خوبه، ولی این که میگن یه ثواب ده تا میشه برای که به شکل با تقوا باشی، وگرنه ممکنه یه قاچاقچی بگه من اگر تریاکامو تونستم از مرز رد کنم روز عاشورا به 2000 نفر غذا میدم، خب برای انتقال تریاکاش نظم میکنه، بعد میگه ابوالفضل حاجتمو داد، یا دزدی مثلا میخواد دزدی کنه میگه چارقل بخونیم که گیر پلیس نفتیم. این چار اینا کار باید از راهش بشه. معیار ارزش، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار ارزش که ارزش خیلی افراد کار میکنن اما تقوا ندارن. تو سوره غاشیه یا آیه داریم آدم های اصلا صبح تا شوم جون میکنن ولی جهنمی هن. خیلی مهمه، آیه تندیه، این آیه رو باید بخونیم بریم که خیلی فعالیت میکنن ولی تقوا ندارن. آیه شو بخونم، سوره غاشیه، عاملتون ناصبه تسلا نارن حامیه، عاملتون این عمل میکنه بیکار نی، ناصبه یعنی سخت کوش، فعضا فرقتا فنصب، ناصبه فنصب یعنی اتعب نفسک، نفس رو به تلاش بنید، مستطعتم هرچی میتونید تلاش کن، عاملتون عمل میکنه بیکار نی، ناصبه دون خودشو به جون کندن میندازه، شاید 24 ساعت 16 ساعت 17 ساعت کار بکنه، اما قرآن میگه تسلا نارن حامیه، به جهنم. خودمون هم اینطوره، تو دنیا هم اینطوره، مثلا گاهی یک کسی میاد در جایی که شهرداری میگه اینجا رودخونه است، اینجا پارکه، اینجا فضای سبزه، اینجا نمیدونم چیه، یه جایی که مثلا مجوز نداره میاد ساختمون میسازه بدون پروانه ساختمون، دولت میاد شهرداری میاد خراب میکنه اینو، این میاد میگه بابا میله گرده آهن سیمان پول بنا دادم خاکبرداری کردم جون کندم، میگه جون بکنی اما وقت خراب کنم، تون عاملتون ناصبه تسلا نار حامیه، اینجا جاش نبود، اینجا جاش نبود. اینا یه چیزایی که باید به توجه داشته باشیم. عرض کنم بزرگ شما که فلسفه احکام، اصلا قرآن گفته خیلی دستورایی که من به شما دادم میخواستم تقوا شما زیاد بشه، به خاطر که تقوا زیاد بشه میگم میگم مثلا کتب علیکم الصیام، واجب شد روزه بگیرید ماه رمضان، میگیم چی؟ میگه لعلکم تتقون، میخوام فتله تقوا رو ببرم بالا. یا اول قرآن میگه که اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، بعد میگه لعلکم اعبدوا لعلکم تتقون، یه سری دستورها هم به خاطر تقوا میشه هدف دیگه، هدف میشه بله. این هم یک نکته. پس از جای غلطی این که محبوب خدا بشویم، این که عاقبت به خیر بشیم که همه ما میخواییم، این که تو زندگی بصیرت داشته باشیم، این که روزیمون رو خداوند بده، این که برکت خداوند به زندگیمون بده، همه اینا در سایه تقواست و حالا این یک بخشی از فواید و برکات تقواست. تقوا رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ یه سری تقواها بر اساس ایمانه، یعنی مثلا باور کنیم که اگر اینجا چیزی بد داریم لبه در میگیره، ما این خونه صاحب حساب داره. ببینید چطور راننده ها تقوا رو نشون میدن تو رانندگی، بدن دوربین مخفیه،
اگر بدونن دوربینه، ما بدونیم ان ربک لبالمرصاد، دوربین خدا تو کاره. ان ربک لبالمرصاد، بدونیم خونه صاحب حساب داره. علم یعلم بان الله یرا، علم یعلم بان الله یرا. نه اصل باطن چشمت هم اینه، یعلم خائنت العیون. نگاه فیزیکی نه، تو این نگاه چه قصدی داشتی؟ نگاه کردی برای لذت جنسی، نگاه کردی برای تهدید، نگاه کردی برای معرفت. میگه اون پشت چشم تو، اون نیتی هم که برای چی نگاه کردی، اون یعلم خائنت العیون، اون خیانتش هم منفعت. ما باور کنیم مثلا خدا به کم فروش ها میگه چرا کم فروشی میکنی، بعد میگه قیامت باور نداره. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، تو نمیدونی روز قیامت بود جواب پس بدی. یعنی بدونیم که حساب تو کاره، این خونه صاحب حساب داره. الان یک اداره اگر کارمنداش بدونن که این برابرش دوربینه، حساب کتاب توشه، آروم میان آروم میرن، همه سرشون تو کارشون. آره. بله. ولی اگر بدونن خبری نیست، میگه هرچی نتوام آجیم هم رفته، خونه صاحب نداره، این هستی خدا نداره، حساب نداره، قیامت نیست، نه مبدع، نه معاد، نه صاحب، نه حساب. خونه که صاحب و حساب نداره، هرچی نتوام آجیم هم رفته. یالله بچه یه سری تقوا بر اساس ایمانه. لقمان به پسرش گفت اگر یه چیزی باشه تو دل آسمون‌ها، تو دل آسمون‌ها یا در عمق زمین یا زیر سنگ‌ها، هر که باشه یعت به الله، خدا میاره. یعنی چیزی در این هستی هدر نمیره. و وجد و ما عملو حاضره، همین عمل حاضره. پوست شهادت میده که من سیلی زدم، سرقت کردم. قلب شهادت میده، زمین شهادت میده. اینا که میگم شعار نیست، قرآن میگه یا اومدن تحدث و اخبارها. زمین شهادت میده که رومن گناه کرد یا رومن عبادت کرد. پیغمبر هر امی شهادت میده، یا اوم یقوم الاشهاد. تو قرآن اشهاد داریم، اشهاد این شاهدها، نه تو شاهد قیامت همه شهادت میدن، زمین و زمان و فرشته ها. فرشته ها شهادت دادن که ما حاضر بودیم. اعضا و جواره، اعضا و جواره. و رسولنا لدیهم یکتبون، قرآن میگه که فرشته های ما مینویسن کار شما رو. ما یلفظ من قول، لفظ یلفظ همون لفظه، هر لفظی که لبت تکو میخوره، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، لبت که دیگه میخوره حساب داره. و رسولانا علیهم یکتبون، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا حساب. روز قیامت لوحی باز میشه، میگن اقرا کتابک، بخون. وقتی نگاه میکنم میگه اه، ما لهذا الکتاب، این چه کتابیه؟ لا یغادر صغیره ولا کبیره الا حساب. ریز درشت کارمون ثبت کرده، هیچی جان انداخت، هیچی جان انداخت. ببینید این ایمان یه رقمی باعث تقوی، اصل ایمان. خیلی ممنون، متشکرم آقای قرائتی. انشاءالله بعد از قرار روزانمون و تلاوت آیات کلام وحی برمیگردیم و بخش دوم و بخش پایانی گفتگومون رو با آقای قرائتی خدمتتون خواهیم بود. خیلی امروز روز خوبی بود برای من که از محضر قرآن استفاده کردیم. با بیان شیوای آقای قرائتی من خیلی خیلی تشکر میکنم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که در مسیر تقوا گام برداریم و انشاءالله جزء متقینی بشیم که محبوب خدای متعال هستند. صفحه 313 مصحف شریف رو آیاتی از سوره طه با هم تلاوت میکنیم و برمیگردیم انشاءالله خدمت شما و همراه شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم یه سلام هم از همینجا با آقامون علی ابن موسی رضا امام رؤوفمون و انشالله زیارت مشهد و رضا قسمت همه شما بشه یک نکته نورانی از این صفحه حاجای قرائتی برای ما بگند و انشالله ادامه بحث و خدمت شما و خدمت ایشون باشی بله تو این سوره این صفحه که تلاوت شد یه آیه اینه که خدا به موسی گفت که چیه دستت؟ گفت عصامنه بهش تکیه میده ما باش چوپونی میکنم چی و چی؟ گفت که القها فالقها عصا رو بنداز پایین دور انداز بنداز زمین تا عصا رو انداخت فاذا هی حیتون تسعا حیه مار اینجا یه نکته میخوام بگم برای معلمین برای طلبه ها برای اصلا همه خوبه بله تو قرآن راجع به عصای موسی سه تا آیه داره یه جا داریم که عرض کنم که عصا رو که انداخ مار کوچیک شد جان ولا مدبرا یعنی مار کوچیک شده در رفت یه جا داریم که مثل آیه که الان خوندی میگه مار کوچیک شد مار معمولی شد یه جای دیگه قرآن میگه نه مار معمولی نمیشد اجدها شد بقیه چی شد مار کوچیک شد مار معمولی شد یا اژدها شد این رازش چیه رازش اینه که دفعه اول چون موسی هیچ خبر نداشت که چه اتفاقی میفته وقتی گفت اصلا دخنم مار کوچیک شد با اینکه مار کوچیک شد موسی جا خورد موسی جا خورد و گفت لا تخف نترس دفعه دوم که گفت اصلا دخنم موسی میدونست مار خواهد شد ولذا نترسید مار معمولی شد تو کاخ فرعون که فرعون گفت معجزت چیه اساس انداخ اجدها شد اومد پلو فرعون جلوش اومد جلو فرعون که بپکه یعنی این تو بریزه دلش از این معلوم میشه مخاطب شناسی اگر مخاطبت اول مخاطبی که آب بندی نشده مثل بچه اول شیر میخوره بعد کم کم فرنی میخوره بعد کم کم تا برسه گوشت ماهی اون ظرفیتشون رو باید بشناسی مخاطب شناسی یه عصا سه بار افتاد زمین به امر خدا سه بار انداخت زمین یه بار مار کوچیک شد دفعه اول یه بار مار معمولی شد دفعه دوم اژدها شد یعنی پیداست که ما بر اساس مخاطب باید
پله 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 بره بله. یک شیوه تربیتی قرآنیه. خیلی نکته خوب بله. این یه نکته مال عصای موسی. خب الحمدلله خیلی خوب. امروز با حاجی قرائتی در مورد تقوا داریم صحبت میکنیم، فواید تقوا و برکات اون، اصلا تقوا یعنی چی، و بعد هم این که ابعاد تقوا و راههایی به دست آوردن اون. انشالله میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، مباحث قبل از تلاوت قرآن رو هم میتونید ببینید، هم فایل صوتیش اونجا هست و هم فایل متنی اون. اما حاجی قرائتی، باز هم فکر میکنم از راههای به دست آوردن تقوا قرار بود که شما بفرمایید. ضمن این که من خواهش میکنم با توجه به اینکه در آستانه روز مادر و روز همسر هستیم و این ایام متعلق به بانوان سرزمین ماست، از تقوای درون خانواده هم شاید دوستان تمایل داشته باشند که شما بگید و ما بشنویم. ببینید، تو خونه روز مادر، روز زن، هر کسی در حریم خودش باشه هم ظلم میکنه خوب میشه. توقع زیاد نداشته باشیم. مادر توقع زیاد نداشته باشه از بچهش، بچه ها توقع زیاد از پدر مادر نداشته باشه. یه آدم محترمی رو گرفتنش، دزدی کرده بود، خیلی جا خوردن که یه آدم محترمیه، چرا مثلا شما این کاره نبودی؟ زد به گریه، گفت دخترم عروس شد و مادر و دختر هر شب زیر سفره بحت جهاز میکردن. من یه چند روز گوش دادم، چند شبی گوش دادم، دیگه گفتم بالاخره اینا جهاز میخوان، هیچی افتادم به حرام که جهاز اینجور کنن. این بی تقواییه. یک پدر عزیزی که 60 سال آبرو داشته به خاطر توقع و فشار خانواده، یا مثلا فرض کنید توقع دوماد از عروس، توقع عروس از دوماد. ببینید واقعا حضرت شعیب که دخترش داد به موسی، خب موسی گفت من چیزی ندارم، گفت و ما اريد ان اشق عليك، نمیخوام به مشقت بندازی، هر چی داری. شد شد، نشد نشد. یه مقداری گاهی مادرها مثلا کلمات زشتی به دخترشو میگن، بی تقواییه. ممکنه بعضی از این مادرها نماز شب خونم باشه، نه زیارت عاشورا میخونن، روزه میرن، با چادر مشکی خیلی جلسات خوبم میرن. دختر زن خوبیه، اما دخترشو بدزبونی میکنه با دخترش، میگه بچه‌مه، میگه بچه‌مه. باشه بچه باشه، شما حق تربیت داری، حق جسارت نداری. پدر و مادر حق تربیت دارن، حق توهین ندارن. این مسئله مهمیه، حق توهین ندارن. حالا ما درباره تقوا اول باید عزم داشته باشیم. قرآن میگه که به آدم گفتیم گندم نخورد، خورد. چرا؟ ولم نجد له عزما، عزم نداشت. من به طلبه ها میگم تصمیم بگید یه دو تفسیر ببینید. چطور باقی کتابای مخلوق رو میخونید؟ علامه امینی به یکی از علما رسید، گفت شما 6 دور این کتابو درس دادی، یه دورم نهج البلاغه رو درس دادی؟ گفت نه. گفت اگه حضرت امین گفت آقا این کتابو 6 بار درس دادی، یه دورم نهج البلاغه درس دادی، من سواد نداشتم، مردم نیاز نداشتن. این جا خورد اون آقا، و آقام خیلی مهم بود. به هر حال تصمیم بگیریم، انتقوم لله، تصمیم بگیریم، منتظر جمعیت هم نباشیم. قرآن میگه انتقوم لله، مثل نابد میگه و فرادا، مثل یعنی دو 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 تو، بعد ممکنه دو تو پیدا نشه یکی، خودتو خود تصمیم، این تصمیم بگیریم. واقعا اگر با این رفیق گناه میکنیم، رفیق عوض کن، رفیق عوض کن. اگر با این لباس گناه میکنیم، لباس عوض کن. دولتمون هم هنوز تصمیم نگرفت. اگر تصمیم بگیره میشه صبح دخترها بیان عصر پسرها. کجا؟ تو دانشگاه. دختر پسر رو قاطی هم میکنیم، بعدم توی دفتر میشینن، آقایون موز میخورن، سیب میخورن، خیار میخورن، موضوع بحثشون هم اسلامی کردن دانشگاه. منم یه بار دعوت شدم، دیدم اینا شوخی میکنن. اون عزم نیست. عزم نیست. من یه چیزی 32 ساله گفتم، 33 ساله گفتم، چون من 33 تا مارمزو بودم تو تلویزیون. امسال هم خواهم گفت و الانم میگم حالا وقتشه. نزدیک مارمزو نه، یه دو ماه دیگه به مارمزو نه. واقعا دولت نمیتونه مثلا به نونواها بگه نون ماه رمضان نونوا شب پخ کنن. آخه ماه مرداد پلو تنور
چقدر ایمان میخواد که آدم پاتنور روزه بگیره. آقا مشکل الان نون رو میگیرن تو فریزه میذارن، آقا نونواها شب پخ کنن، دولت نمیتونه واقعا تصمیم بگیره، صنف آرت فروش ها، صنف نونواها نمیخوایم هر کنه. یعنی حضرت امیر میگه دین به زبون لقلقه، تصمیم نداریم، ما هم بریم گوشه کارو بگیریم. واقعا به هر حال تبلیغات صنف نونواهاست، یه طرح کنن که هر کی میخواد بعد افطار بره نون بگیره، بره سحرش و افطار فرداش. حالا یه ما مثلا ما نون کنه بخوریم یا نون بگیریم، حالا کردم شد رو چراغ گرمش کنیم، و اینجور تو چقدر کمک به دینداری دیگران میکنیم. ده ها هزار تا نونوا باید روزشو بخورن به خاطر که آقای قرطی میخواد نون تازه بخوره. نون تازه نخور چی میشه؟ چی میشه؟ به هر حال یه کار رو با دولت بکنه. حالا الحمدلله الان تابستون به ماه رمضان به هم خورده. یه وقت که تا ماه رمضان تو ایام درسی بود، من به وزیر وقت گفتم که شما یه بخشنامه کن که در ماه رمضان ورزش جست و خیزی تو مدرسه تعطیل بشه، چون دختر پسر روزه میگیرن میپرن بالا میپرن پای تشنه‌شو میشه. ورزش های قلمی و کاغذی و طرحی و یعنی سرگرمی هایی که فکری بشه. آره سرگرمی هایی که جست و خیز، گرسنه‌شو نشه، تشنه‌شو نشه. یا مثلا فرض کنید که خیلی کارا رو میشه تغییر داد. آخه کشوری که 8 سال با صدام جنگید، کشوری که شاه رو بیرون کرد، کشوری که در مقابل تحریم اقتصادی هر کاری رو، چه کاری بوده که مردم نکردن؟ ما بیم کارهایی که دولت نمیتونه مثلا، بله حالا یه وقت یه شغلیه، یه درسیه که استادش نیست. اگر استاد نیست خب میگیم آقا کمبود استاد داریم، خیلی خوب، حالا دکتر پسر توی کلاس بشینه. اما جاهایی که هم استاد فراونه هم شاگرد فراونه، یه برنامه‌ریزی جدی میخواد، مثلا صبح دخترها بیان از پسرها بیان، یا مثلا شنبه اینا بیان یک شنبه اونا بیان، علت تناوب باشه. مثلا یک عزمی باید اتفاق بیفته، یه عزمی باید باشه، یعنی باید بخواهیم همه ما. بله یک تابلو یک کسی زده بود، خیلی تابلو قشنگی بود، خیلی قشنگ بود. به نظرم گفتم یه جایی اینو، حالا یا تو سخنرانی ها یا تو تلویزیون ها. چی نوشته بود؟ خیلی تابلو قشنگی بود، نوشته بود هر کاری را بخواهید بکنید راهشو پیدا میکنید، و هر کاری رو نخواهید بکنید بهانه‌شو پیدا میکنید. خیلی جمله قشنگیه. یه بار دیگه بگم، هر کاری رو بخواهید بکنید راهشو پیدا میکنید، هر کاری رو نخواهید بکنید بهانه‌شو پیدا میکنید. ما یه عزمی میخوایم که خودمون عزم بگیریم، اگر با این قیافه قیافه رو عوض کنیم، با این لباسه، با این مکانه، با این کتابه، با این من شغله، اگر استادم این باشه به گناه میافتم. خب استاد عوض کن، یا شغلم این باشه، شغل این باشه عوض کن. یعنی ما تصمیم نگرفتیم، وقت از برکاتش میمونیم، هر چی میدویم به جایی نمیرسیم. حالا نفت 10 دلار باشه یا 100 دلار، وقتی حوض سوراخ داره لوله 2 آب بیاد توش یا لوله 6 سوراخ داره میره، ولذا وقتی که نفت 10 دلار بود گیج مشکل داشتیم، 100 دلار باشه باز مشکل داریم. کجای حوض سوراخه که اون برکت نمیرسه به ما؟ کجا حوض سوراخه؟ امیدوارم که خدا به همه ما مثلا ناز کنیم. یه جوون گفت آقا من دختر زیبا دیدم نمیتونم نگاش کنم، نمیتونم نگاش کنم، اصلا دلت چشم میره. گفتم که مردی میخوای یا شوخی میکنی سر کار گذاشتی منو؟ گفت نه واقعا دلم نمیخواد گناه بکنم. گفتم یه پولی ناز کن که اگر یه نگاه خلاف شرع انجام دادم مثلا فلان مبلغ خودمو جریمه کنم. 2,000 تومان بدی، 2,000 تا 5,000 تومان بدی، 2,000 تا 10,000 تومان بدی دیگه صفر میشه. نس کنیم دیگه، نس کنیم. اون خواستن باید اتفاق بیفته. بله به هر حال با نظر، با تغییر شغل، با تغییر لباس، با تغییر مکان، با تغییر کتاب، با تغییر استاد، با تغییر شاگرد، با تغییر شریک. این شریک با این شریک شده این گناه میکنه، از درآمدمون همه رو برای به سمت حرام خوری. یه عزمی میخواد. ما عرض کنم که هنوز تصمیم نگرفتیم. مثلا بنده الان با عصا راه میرم، زانوم درد میکنه. بله ان شاء الله فکر کنم نمیتونم راه برم، اما اگر یه گرگ دنبالم کنه 30 کیلومتر میدوم. یعنی منی که درد پا دارم، اگر یه گرگ دنبالم کنه 30 کیلومتر میدوم. پاد باید یه گرگی باشه این انرژی منو استخراج کنه. ما اگر بخواهیم میتونیم، هر کاری رو بخواهیم میتوانیم. تموم شد رو. باید دولت ما، ملت ما، نونوای ما، شهردار ما، همه باید بتونن.
یا مثلا میگیم کار فرهنگی، هی میگیم کار فرهنگی کار فرهنگی، بعد نگم کار فرهنگی چیه؟ تندیس شیشه‌ای درست میکنیم، اونو سرود درست میکنیم، اونو تنبک میزنیم، اونو بعد نگاه میکنیم ببینیم تو این شهر 30,000 تا رفتگره با چه سختی، یک باد رو پا وایسه رفتگارا نمیتونن بشینن، دو باد هر شبم بیدار بمونن، سه باد گرد خاک هم بخورن، حقوقشون هم کمه، دور از زن و بچه‌شون هم هستن. این رفتگر 5 تا مشکل داره. کار فرهنگی اینه که به دخترها ایشون یه لباسی بدیم، اینا رو جمع کنیم، یه افطاری بشه بدیم، غذاشو بدیم، برش کلاس بذاریم، به بچه‌ش برسیم. وقت با کار فرهنگی می‌کنیم، مثلا یه مجسمه درست می‌کنیم توی فلکه، میگیم کار فرهنگی شد. رفتگر ما ده‌ها هزار رفتگر عرض کردم روپاوا میسه، یک هر شب بیخوابی، دو گرد خاک می‌خوره، سه دور از زن و بچه‌ش، چهار و کار فرهنگی بره همینا کار فرهنگی انجام بده. ما اصلا معنای کار فرهنگی هم نمی‌دونیم کار فرهنگی چی چیه، نخواستیم. اگر بخوایم من یه کلمه دیگه هم بگم در دقیقه آخره، من تقاضا میکنم به همه اینا که پول دستشونه، شهرداری ها، دولت، تجار، خیرین، بانک ها، هر که پول دستشه، من حرفم اینه، یا میدید بهش یا میدید جهنم دیگه، راه سوم هم که نداره. اگر میدید بهش، با یه اسلام شناس مشورت کنه که من میخوام این پول رو اینجا خرج کنم، خدا راضی است یا راضی نیست؟ اگر میدید بهش، خب یه اسلام شناس هم به خود تو ببرید، یا آیت الله رو به خود تو ببرید. اگر خدا نکرده پولی که خرج می‌کنی درست نیست، روز قیامت که گفتن با این نیاز واجب چرا صرف غیر واجب کردی، با این همه کمبودها چرا پولتو الکی خرج کردی، بگو ببین من کچلبری بودم بلد نبودم. ای آیت الله چی؟ ای آیت الله امضا که گفت درسته، بنداز گردن آیت الله، آیت الله رو فرستاد جهنم. یعنی همه ای کارهای مالیمون با اجازه اسلام شناس بشه. چرا؟ اگر میریم بهش یا عالم اینا به خودمون ببریم. اگر هم کار ما غلط بود روز قیامت، خدا گفت با اون نیاز تو بی خود اینجا پول خرج کردی. اگر هم کار ما غلط بود بگیم آقا ایشون هم اجازه داد. حالا من متوجه شدم ایشون که با قرآن و حدیث آشنا بود، من با اجازه ایشون این کارو کردم. این کارو همه بکنن، به خصوص شهرداری ها با یه اسلام شناس بکنن. ممکنه هم بکنن این کارو، من خبر ندارم. بله. ولی بهتر اینه که راه زندگیمون، آره راه زندگیمون رو همیشه با یک اسلام شناس که اگر خدا نکرده که از رفتیم بگیم ای گفت. شما اگر یه نسخه رو از یه پزشک بگیری ولو اشتباه بکنه خوردیم و مردیم، نمیگن تو خودکش کردی، میگیم این پزشک حاذق ای به ما گفت بخور، حالا اشتباه کرد اونو بگیردش، اونو بگیردش. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اونجا خیلی روز خوبی بود، ان شاءالله که خدا به شما سلامتی بده. حاجی قرائتی، اگر یک دقیقه وقت داشته باشیم و شما یک حرفی بخواید رو در رو با خانم ها و با مادران سرزمینون بگید، چی میگید بهشون در آستانه میلاد حضرت فاطمه؟ والله من روز مادر رو به عنوان آغاز قبول دارم، اما به عنوان که آدم سال یه بار مادرش رو دستش بوسه یه چیزیش بده، یا سال یه مرتبه به خانمش احترام بگیره، این خوب نیست. این خوب نیست. هر روز من مثلا اینکه مثلا میگن شبی با قرآن، مثلا بگیم شبی با اکسیژن. خب این فرض شب بمیریم، آخه شبی با اکسیژن، اکسیژن دائما تنفس اکسیژنه. مادر، همسر، فرزند، پدر، اینا شبی و سالی نداره. حالا مناسبت زده نباشیم، بله. یعنی ما به مناسبت ها، بله، حالا شب روز زن، روز مادر، یه احترام ویژه ای، یه هدیه ای، اینو به هم نزنید. اما ایتون نیست که من پارسال روز مادر رفتم دست مادر بوسیدم دیگه برم تا سال دیگه. هر روز روز مادره. نگاه به صورت ما پدر و مادر عبادته، داریم بین دو تا ابروی مادر ببوسید، اینجا مادر ببوسید، مادره. و گاهی هم مادرها رو همدم میخوان، حالا شوخی که نداریم، ما زنای بیوهی هستن، شوهرشون مرده، واقعا اینا پسرم نه به غیرت هم بر میخوره دیگه، حالا بره مادرم شوهرم چه اشکال داره. یه پیرزنی بود، شاید 70 سالش بود، 80 سالش بود، خیلی لاغر و انجیری، بچهش اینو برد مکه، این پیرزن رو کول که توافش میداد، حضرت رو دید، به امام گفت آقا این مادر منه دیگه نمیتونه راه بره. آوردنش مکه، به قول امروز روز مادر، آوردنش مکه و دارم دور خونه خدا طواف میدم، حق فرزندی رو ادا کردم. امام فرمود که شوهرش بده، بالاخره تو یه احترام بذاری میری. این دلش میخواد با کسی حرف بزنه، آدم پیرم که هر همسر میخواد، یه همدم میخواد، بله، شوهرش بده. گفت آقا این پیره، مادرم تو که روکول پدر نشسته بود، روکول پسر نشسته بود، تا گفت پیره، مادر زد تو سر بچه، گفت خفه شو، تو بهتر میفهمی یا پیغمبر.
برحال روز مادر با یه روسریاگز هم تونه. اگر واقعا مادری هست بیوه و همسر میخواد چه اشکال داره دلالی کنی؟ اینم غیرت نیست که من غیرتم از زندگی بیخود. اینا غیرت بیخوده، اینا غیرت بیخوده. اگر به هم بخوره نه، بله اگر به هم بخوره. ما یه کسی از دکترای خارج، تحصیلات خارجی هم داشت و داخلی و آدم وارده بود، میگفت در تهران 14,000 تا پیرمرد داریم که اینها افسردگیشو به خاطر اینکه کسی نباشه حرف بزنه. اگر با کسی حرف بزنه همه عیباش برطرف میشه. آدم همدم میخواد، بله همدم میخواد. به هر حال اگر مادر پیر دیدید همسرم برش درست کنید. امشب مادر پیر همه من دعا خوانده. و سلام علیکم. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، سلامت باشید. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. من باز هم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه خانم ها، به همه مادران عزیز سرزمین جانم عزیز، بله بفرمایید. من میگم پیرا پیرا رو بگیره نه، نه یعنی جوونا پیرا رو بگیرن بعد دخترها بمونه نه. آخه اینا خانم گفت غلطی، حواست کجا، دخترها موندن تا نفتی سرق پیرا. من گفتم پیر با پیر، جوون با جوون. بله اینم نکته خیلی خوب. باز همین مناسبت رو به همه مادران و به همه خانم ها تبریک و شاد باش میگم. فردا انشالله با حضور آقای حیدری کاشانی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای شما مثل همیشه آرزو میکنم. اللهم صل على علی ابن موسر فضل مرتضی. آقا خیلی ممنون، متشکرم. اللهم صل على علی ابن موسر فضل مرتضی. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.